دوستان عزیز درود بیکران بر شما اتفاقات اتفاقات عجیبی قبلا البته برنامه ساخته بودم در مورد لیبی پسر معمر قذافی یعنی سیف الاسلام قذافی کاندید ریاست جمهوری شده در حقیقت لیبی اول خبر رو بخونیم خیلی خبر شوکه کننده بوده خیلی سر صدا به پا کرده بعد یک تحلیلی بریم رو خبر این خبرم بی بی سی زر همه خبرگزاری‌ها جایی که دیدم زدن و خبر را اجازه داشته باشید که داشته باشید حتی اگر سیف الاسلام قذافی رو نمیشناسید در اتفاقات سال 2009 لیبی از 2010 لیبی ببخشید در سال, اتفاق سال 2010 لیبی ایشون در کنار پدرشون محمد قذافی که حاکم لیبی بودن تا آخر استادگی کردن خیلی تهدید میکردن مخالفین و مردم لیبی میگفتن نه تا بعد بری مرگ بر محمد قذافی شما پدر ما در بودی بعد برید و حالا در یک فعل و انفعالاتی حتی ایشون تا حکم اعدام هم رفت حکم اعدامش بخشیده شد و اینا و حالا وارد عرصه سیاست شده اول بذارید خبر بی بی سی رو بخونید بعد تحلیل جدی تری داشته باشیم میگه که پسر محمد قذافی رهبر پیشین لیبی به عنوان نامزد اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری این کشور در ماه آینده ثبت نام کرد یک کد واژه اینجا یک کد یک چالش اینجا داره اولین انتخابات ریاست جمهوری یعنی بعد از محمد قذافی که 10 سال گذشته هنوز هیچ ریاست یعنی ده سال در لیبی جنگ آقا قذافی بره که همه چی گل بلبله نه 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 جمهوری اسلامی بره همه چی گل بلبل بعد از ده سال دارن انتخابات برگزار میکنن اینجا ما کار بزرگ آقای خمینی رو میتونیم ببینیم وقتی که محمد رضا شاه رفت محمد رضا شاه به درستی گفت آقا من برم ایران ویرانستان میشه من بارها بهتون گفتم اگر الان برگردیم در دوران شاه من در سال 57 تا آخرین قطره خونم در دفاع از محمد رضا شاه برنامه میسازم و علی خمینی حرف میزنم چون من نمیدونم بعدش چی میشه علی که همیشه اینه قرار بشه محمد قذافی رفته ده سال گذشته ریاست جمهوری هیچ انتخاباتی برگزار نشده ده سال داره لیبی در آتش میسیزه. کشور تیکه تیکه شده یه بخشی به جنرال هفتر رسیده یه بخشی به داعش رسیده یه بخش دیگه ای رو ترکیه اومده بالا کشیده یه بخش دیگه حامیان امارات هست یه بخش دیگه آمریکا اونجا داره یه موش میدونه می لیبی تیکه تیکه شده پس ما کلا با انقلاب کردن و اینا مخالفیم دیگه این نتیجه انقلابه حالا اگر در سال هفته انقلاب آشوب شورش هرچی به این نتیجه نرسید اینجا میفهمیم که از خمینی رهبر بزرگی بوده عموما انقلاب ها به ویژه در کشورهایی با مختصات ما که متاسفانه در عرف ادبیات سیاسی بین الملل به ما ها میگن کشورهای جهان سوم متاسفم اینو میگم عموما چه اتفاقی میفته همین اتفاقی که برای لیبی افتاده خب پس اتفاقی که در ایران رخ داد بعد از شاه کشور جمع شده به هر حال جمع شده تا سال 63 تا سال 60 تا خرداد 60 بالاخره جمع شد تو اون سه سال که هر و مرج بودن اصلا جمع شد اینجا پس ما به رهبریت خمینی میتونیم در این زمینه ایمان بیاریم خب این که آقای خمینی رهبریتش کار درستی بوده این دلیل نمیشه که شما ماهیت مثلا انقلاب کردن رو قبول کنی نه من با انقلاب کردن چه در سال 57 چه در سال الان بخواد الان یده بکنن کلا مخالفم چون انقلاب کردن یه قمار خطرناکیه خب این ده سال گذشته انتخاباتی برگزار نشده حالا سیف الاسلام قذافی زمانی وارث بلافصل پدرش محسوب میشد اما حمایت او از سرکوب بیرحمانه معترضان در ده سال پیش چهره او را خدشهدار کرد بازم میگه سرکوب بیرحمانه بعد چیکار میکرد و یه عده بودن تو خیابون با تفنگ و با و سلاح گرم و کنن خواهد اینجا چیکار میکنن سرکوب مثلا میگه قربتون برم وای خود سرکوب مثلا اصلا میخواد براتون خانوم چون میدونی که دوره این قذافی غذافی بیشتر محافظین شخصیش خانوم بودن میخواد تا از این خانوم های برحال سوپر استایل دور بابا جونم بیان مثلا شما مخالفین رو یه ماساژ بدن سرکوب آه بیرحمانه سرکوب سرکوب بیرحمانه سرکوب سرکوب دیگه بیرحمانه غیر بیرحمانه نداره به اندازه نیاز جا سرکوب کنی که دولت و حکومت رو حفظ کنی اصلا از اینکه سرکوب وحشیانه مثلا مثلا سرکوب غیر وحشیانه مگه داریم درگیری وحشیانه است دیگه سرکوب مامانی مگه داریم سرکوب آخ جون ماساژی مگه داریم ببین ادبیات ها میخوام اینطور میگن چقدر چنن بعد وقت ها حتی این کار جمهوری اسلامی هم علی شاه کرده ها بگم بهتون ببین چه ادبیات های چندشاوری کنار هم میذارن که این بهش میگن تولید اسکولیسم سیاسی ترکوب ماساجی سرکوب ماساژی که نداریم سرکوب بیرحمانه است دیگه بعد میگه از آن زمان قیام از زمان قیام 2011 لیبی شاید درگیر درگیر جنگ داخلی بوده گروه حقوق بشر نگران هستن که انتخاباتی که برای 24 دسامبر برنامه‌ریزی شده آزادانه و عادل نباشه این گروه حقوق حشر پدر لیبی رو در آوردن بیچاره قذافی داشت کشورشو میساخت آیا قذافی آدم درستی بود به حال برای اون کشور با اقتضاعات اون زمان من میگم بله اقتضاعات لیبی رو شما بشناسید بله آیا دیکتاتور بود اصلا شک نکن آیا دیوانه بود به حال یه جای همه ماها علاده روانشناسی بهتون میگم، مثلا آدم سالم نداریم روانشناسی میگه دو دوزش فرق داره مثلا یه تختش کمه دو تختش کمه اصلا علاده روانشناسی از من بگیر تا هر کس دیگر هیچ روانشناسی هیچکس 100 درصد نرمال نیست و اگر کسی رو نرمال 100 درصد تونستی پیدا بکنی در همین نرمال بودن صد در درصد خودش یه بیماریه یعنی خود این هم یک مشکل روانی این روانشناسی میگه بعد این بشر بشری پدر این محمد قذافی رو در آوردن پدر لیبی رو در آوردن بعدم میگن ما نگرانیم ما با شما یه بار نگران شدید سر قذافی کشور 10 سال رفته تو جنگ تو رو میشه آقا این مردم لیبی کی رو ببینن شما حقوق حشری یا نگرانشون نباشید <applause> جدی دارم میگم آقا کجا با کی صحبت کنن شما حقوق بشری ها اینقدر نگران نباشید میشه حالا مورد بعدی میگه قدرت های جانی و دبیر کل سازمان ملل هشدار دادن که هر کس بخواد مانع از انجام انتخاب شود یا در نتیجه انتخاب تقلب کنند با تحریم مواجه خواهد شد واو شما تحریم که شما اگه واقعا مردم دلسوز مردم لیبی بودی شورای امنیتتون که دستور حمله هوایی به لیبی دا یه اومدی تمام این راه های آبی که غذافی تو فاز سه بود داشت بر مردم لیبی درست میکرد و بمباران نمیکردی کردید کارخانه هایی که این رودخونه مصنوعی رو داشتن آخه این رودخونه مصنوعی رو داشتن با یه سری چیزهایی درست میکردن که حالت سفالمانندی بود که لوله های خیلی بزرگ بود رودخونه داشتن درست میکرد که اینا داشتن میزدن بعد زیر خاک قرار میگرفت یعنی اینا زمین رو باز کرده بودن این لوله ها رو میذاشتن لوله ها هم دو طبقه بود یعنی دو, دو بخش بود یه بخش زیرین یه بخش روی میذاشتن رو همدیگه لوله میشد خیلی هم بزرگ بود بعد این لوله ها رو قذافی که میخواست 25 سال پیش شروع کرد خب این لوله ها خب نبود دیگه ای کارخونه ای لوله سازی شو درست کرد یعنی چقدر اشتغال مثلا کاری درست کرده بود برای مردم لیبی بعد اینا اومدن گفتن نه توی این کارخونه هایی که دارن لوله ها رو درست میکنن اینا چیزه توش اونجا مثلا زده هوایی گذاشتن با چهار تا زده هوایی دارن مثلا هواپیما های شارعه امنیت رو میزن کارخونه ها رو زدن و کارخونه ها رو زدن حالا خب خود رودخونه ها رو دیگه چرا زدی نه برخی از این هواداران غذافی رفتن تو این لوله های رودخونه های مصنوعی پنهان شدن برای همین ما اینا رو بمباران میکنیم حالا اینا رو بمباران کردی چرا صد سر درصدشون رو بمباران کردی اصلا تو مناطقی که دیگه هواداران قذافی مثلا دیده نشده بودن یا اصلا تحرکاتی نداشتن مقاومتی تو اونجا نشد چرا اون بخش از مناطقی که مقاومتی انجام نشد زدید خر خودتونید در قالب شورای امنیت به کشورها حمله میکنه که زیر ساختاشون رو نابود کنه که این کشورها تا سالها درگیر جنگ داخلی بشن همچون لیبی و اینها در جنگ که آقا تو جنگ چیه حلوا خیرات میکنن نه بخوره خورما میدن نه چی میدن هیچی تخریب میدن نتیجه جنگ داخلی کلنگی سازی کشوره کشورها کلنگی بشن بر حضرات پاشن بیان یا بعد از اینکه 20 سال اینا تو جنگ داخلی کلا کلنگ کشور کلنگی کردن بعد میگن حالا صلح نمایندگان حقوق بشر و از سازمان ملل اومدن صلح براتون ایجاد کردن ایجاد صلح کنن حالا آقا دیگه کارخانه های یا شرکت های تأسیساتی گسترده آمریکایی و اروپایی بیکار نباشن برین لیبی پروژه های ابر پروژه ها رو بگیرید پول بریزید تو جیبتون کاری که با عراق کردن جانه در عراق سر خیلی از داستان همین زیمنس اومده بود مثلا خیلی جالب بود اومده بود بحث مثلا لوله های آب و اینا زیمنس نمیدونم برای چی اومده بود مثلا تأسیسات آبی اینا رو درست که تأسیسات برق اینا رو درست کنه بر آمریکا به شرکت زیمنس آلمان فشار می آورد که تو نبرد بری بارها شر... شرکت های آمریکایی و خود آمریکا جلو زیمنس رو گرفتن نداشتن تو عراق بره کارش کنه حتی زیمنسی که مال آلمانه نوچه خود آمریکاست حتی به نوچه خودش هم نمیخواست پس انگه چیزی یه نونی برسه همه رو میگفت من آمریکا فقط شرکت های آمریکایی برن آقا شرکت های آمریکایی رفتن عراق الان مثلا خیلی سرشون دارن میسازن بعد از 20 سال به کجا رسیدن مردم عراق مردم عراق الان زیر ساختاشون مشکل داره با لیبیام هم همین کار کردن آقا لوله های آب اینا رو رودخونه مصنوعی اینا رو چرا شما بمباران کردید حتی کارخونه هم بمباران کردن به بهانه های واهی بعد میگه که حالا میگه عکس و فیلمایی در فضای مجازی پخش می شود که سیف اسلام غذافی را نشان میده که در مقابل پوستر انتخابات آینده نشسته و برگ انتخاباتی را امضا کرد او با صورتی ریشدار و در حالی که لباس سنتی لیبیایی را بر دارد مقابل دوربین قرار گرفته و آیه از قران را نقد که, که ترجمه آن پروردگار را تو بین ما و امت به حق داوری کن که تو بهترین داورانی فعالیت های جدید سیف الاسلام تصویری بسیار متفاوت از آنچه که او قبل از قیامی که پدرش در سال 2011 سرنگون کرد ارائه کرده است خب چه اتفاقی افتاد مردم لیبی گفتن آقا جان تحت تا تاثیر تا همین رسانه های ضد قذافی قرار گرفتن آقا حقوق بشر آقا فلان سکولار دموکراسی دنیای غرب مسائل اینجوریه، این, این قذافی چرا اینطوریه گفتن آقا ما قذافی رو نمیخوایم ما گور بابای کتاب سرد قذافی رو ریختن تو خیابونم من کشور رسوندم به جنگ داخلی که قذافی بره زندگی بهتر داشته زندگی بهتر دارید الان شما تو لیبی خب این نتیجهش آخر به کجا رسیدن دارم میبینم آقا جنرال هفتر یه بخشی گرفته ترکیه یه بخشی امارات آقا دیگه کشوری نیست که ادعا نکنه تو لیبی هر کی اومده یه بخش گرفته و امروز مردم لیبی به اینجا رسیدن آقا ما غلط کردیم پسر قذافی کجا تمون که ما رو داشت میکش توی ده سال پیش تو خدا تو باشه بیا کجایی آقای محمد قذافی رو شاد شروع کردن این حکایت برای کسانی که در ایران علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنن سرنوشت رو نگاه کنید امروز خامنه ای رو فلان میکنید فوش میدید اصلا فرض ما به خدا ده ها سال دیگه میرید میگه آقا مشتبا کجایی بداد ما برسی یا دنبال مشتبا خامنه ای خواهی گشت برای اینکه شماها مسئله کلی رو متاسفانه مخالفین این نظام مسائل کلی بین المللی رو نمیفهمن درکی ازش ندارید مسائل شوخی دارید نگاه میکنه حداقل آدم باشید آقا این خبرها رو که خط بی بی سی میزنه بخون از خود سوال کن بگو آقا امید دانا که چرن میگه امید دانا که اصلا سواد نداره کتاب نخونده فلان نکرده اصلا این آخر خیلی جالب مخالفین میگه آقا این تیمش فقط داره بهش میگه آقا تیممون هم به ما من بگه و معلومه که میگه آقا دو بار باید خبر داستان چی میشه تو بدون مطالعه زیر نظر در حقیقت زیر های تفکر و سازمان فکری اطلاعات پایه‌ای نداشته باشی بعد مثلا داده تا کلاوی بگم بیا اینقدر روون حرف بزنی تت پته نکنی حرفتو ببری جلو من فقط تو نام خیلی از نامادی شاو رو یادم نمی هنرمند معروف ایرانو اطلاعات پایه‌ای جدی پشت صحنه است دیگه آقا نیست آقا گوره بابای امید اخوی سوال کن چه اتفاقی تو لیبی افتاده پسر قذافی رو دوباره دارن مردم میکنن که آقا تو بیا چی شو و بیشتر شانس هم با پسر قذافی ها توی انتخابات ریاست جمهوری اخو این سوال بپرد اگر به جواب این سوال با, اطل... با مطالعه شخصی خودت رسیدی به خیلی چیزا خواهی رسید اگر نرسیدی همچنان خیلی از این براندازان مخالفین این نظام که گوساله به دنیا آمدن گاو از این دنیا تشریفشون بردن شما هم تشریف خواهی برد چیز خیلی ساده گفتم برنامه منو نگاه نکن همین داستان پسر محمد قذافی رو یه آمار بگی ببین چه خبر شده مردم لیبی که کشته دادن که قذافی بره چی شده که برگشتن طرف پسرش اگه جواب تو پیدا کردی اون وقت به خیلی چیزا میرسی قربونتون برم دمتون گم درد بلاتون بخور سر دشمنان ایران درد بلاتون بخوره سر کسانی که چشم دیدن این برنامه رو ندارن دمتون گم بدرود